به همین بهانه همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از محل این تجمع با ماست. نیلوفر، در لس آنجلس چه میگذرد امروز؟ خب بله، همونطور که گفتی تجمعی است که برای گرامی داشت زادروز مجید رضا رهنورد اینجا برگزار شده. تجمعی جهانیه که امروز در بیش از 20 شهر جهان برگزار شده. حالا شاهد هستیم که امروز در لس آنجلس اینجا ساعتی که من ایستادم آغاز شده این تجمع. جمعیتی که پشت سر من می‌بینین در حال افزایش جمعیت آمده، تازه اینجا رسیده تا برنامه رو آغاز کنه به یاد بود مجید رضا رهنورد 23 ساله جوان اهل خراسان که ظرف چند روز پس از دستگیری در طول اعتراضات زن زندگی آزادی بدون دادرسی عادلانه اعدام شد و شکنجهگران جمهوری اسلامی دستش رو شکستند به خاطر نشان شیر و خورشید که بر روی دستش خالکوبی شده بود و وصیت‌نامه مشهوری که داشت از مردم ایران خواست که به جای قرآن و نماز خواندن بر سر مزار او شادی کنند و ایده‌ای که برای مبارزه با جمهوری اسلامی داشت در واقع به مانیفستی برای گروهی از فعالین مخالف جمهوری اسلامی مبدل شد که امروز رو بنا به فراخوانی که حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات این بیانیه رو صادر کرده، فراخوان رو امروز رو به احترام مجید رضا رهنورد روز همبستگی نشان شیر و خورشید نامگذاری کردن. اینجا همونطور که میبینید مشغول سر دادن شعار هستن. پشت سر من شعارهایی به زبانهای انگلیسی و فارسی بر علیه جمهوری اسلامی سر داده میشه و البته مارش ها و سرودهای ملی میهنی که پخش کردن تا احترامی داشته باشن به پرچم شیر و خورشید و مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی یک بار دیگه در فرصتی که امروز بهشون داده شده برای این تجمع ابراز کنن و در واقع بگن که به یاد مجید رضا رهنورد و سایر قربانیان رژیم جمهوری اسلامی در طول 4 دهه اخیر هستند. خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس.